سلام به شما بینندگان عزیز تلویزیون برابری. برنامه امروز یک شنبه 12 شهریور 1396 رو تقدیمتون میکنم. در آغاز از نگرانی عمیقمان از گزارش هایی که از زندان های ایران در ارتباط با اعتصاب قضای زندانیان سیاسی رضا شهابی و بیش از 20 تن از زندانیان سیاسی در اعتصاب قضا باید اشاره کنیم. سعید ماسوری، جعفر اقدامی، سعید شیرزاد، شاهین زوقی، پیروز منصوری و بسیارانی که در اعتصاب قضایند، اسماعیل عبدی که در شرایط بسیار وخیمی به سر میبره و بسیاری از این زندانیان که جانشان به شدت در خطر است. در پی 22 روز اعتصاب قضا با اطلاعیه‌هایی که انتشار یافته، رضا شهابی به شدت حالش وخیمه و قسمت چپ بدنش بی‌حس شده. در اعتراض به وضعیت این زندانیان سیاسی، بسیاری از نهادهای مستقل کارگری و معلمان، نظیر اتحادیه آزاد کارگران، شرکت واحد اتوبوسرانی، کانون صنفی معلمان استان تهران و بسیاران دیگر اطلاعیه‌هایی صادر کردند و اعتراض خودشون رو به شرایط وخیم زندانیان سیاسی و محکومیت‌های تبهکارانی که علیه زندانیان سیاسی و فعالین اجتماعی داره انجام میشه اعلام کردن. در بسیاری از کشورها و شهرهای اروپا و آمریکا، نظیر لندن و استکهلم، یوتوبوری و هانوفر و بسیاری از شهرها و کشورهای جهان، اعتراضات و تحسنهایی در اعتراض به موقعیت زندانیان سیاسی در شرف انجامه که تلویزیون برابری کوشش خواهد کرد که این گزارشاتی از این اعتراضات رو به سمع شما برسونه. اما برنامه امروز گفتگویی است با حبیب ریاحی درباره روایت‌های ما از دهه 60 و سپس گفتگویی با آرش کمانگیر و علی دماوندی و یاور اعتماد در ارتباط با 22مین کنگره سازمان راه کارگر. امید که این برنامه مورد توجه شما قرار گیرد. میخواهد تصویر دیگری از آن دهه ارائه کنه. سلام بر تو حبیب جان. من سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان تلویزیون برابری. رفیق حبیب، روایت شما از دهه اول انقلاب چه هست؟ من این دهه اول رو به چند مرحله تقسیم کردم. یکی بسیج، یکی شناسایی، بعد حمله و سرکوب. مقدمتا باید این عرض کنم خدمت شما که خمینی توی پاریس که بود، قرار مدارش رو با نمایندگان امپریالیست گذاشته بود و اونها بهش قول داده بودن که ارتش بی‌طرف میمونه و قول و قرارهای دیگه. اون وقت که به ایران اومد، وارد شد، اساسا خیالش از طرف ارتش راحت بود. شروع کرد به بسیج نیرو. نکته خیلی مهم اینجا این هست که نیروهای حاشیه تولید و متوهم به کاریزمای خمینی بسیار گسترده بودند و خیلی راحت خمینی تونست از اینها نیروهای سرکوب خودش رو بسیج کنه. کمیته ها رو به وجود آورد، بسیج رو به وجود آورد، سپاه رو به وجود آورد و تمام ابزار سرکوب رو در اختیار داشت، ولی در این حال به شناسایی عناصر از نظر اونا ضد انقلاب و باید گفت عناصر مترقی، چپ و خواهان آزادی و برابری رو شناسایی بکنند و به خصوص زندانیان سابق، یعنی زندانیان شاه رو که میشناختند، اینا رو شناسایی بکنند. این مرحله اول بود. بعد از اینکه خوب اینا رو شناسایی کردند، مرحله بسیج نیرو رو انجام دادند و نیروها رو شناسایی کردند، مرحله سرکوب شروع شد. در مرحله سرکوب نیروهای مردم به پاخواسته بسیار آرزوها و خواستهای فراوانی داشتند، مخصوصا خلقهای ایران که
صده ها بود که سرکوب شده بودند، خواستاشون رو برآورده نشده بود، من جمله خلق کرد، ترکمن، عرب و بلوچ اول به سرکوبی اینها دست زدند. کشتار پسیی که راه انداختند اون موقع واقعا تکان دهنده بود، مخصوصا خلق عرب که در واقع در یک روز 250 نفر از اونا رو به رگبار بسته بودن. در کردستان جنایات بسیار گسترده انجام دادن، چوبه های دار به پا کردند و همه اینها مرحله سرکوب رو چیز کرد. در این حال رژیم سعی کرد همین موقع به فکر اون فکر مهمی که تو مغزش بود، یعنی صدور انقلاب به کشورهای دیگه رو ترتیب داد که جنگ 8 ساله رو شروع کرد. باید گفت که این جنگ 8 ساله در واقع قتلگاهی بود برای هزاران هزار نسل جوان متوهم به مذهب و به جمهوری اسلامی که به اونها کلید بهش رو میدادند و اینها رو روانه در واقع به نظر ما قتلگاه میکردند. و ادامه این قضیه میشه گفت که تا آخر 8 سال جنگ و شکست ایران در این جنگ و خوردن جام زهر از طرف خمینی ادامه پیدا کرد. اگر این مجموعه رو ما بخوایم در نظر بگیریم و در یه جمله خلاصه بکنیم، دهه اول انقلاب عبارت بود از ایجاد جهنمی برای نیروهای طرفدار دموکراسی و آزادی، قتلگاهی برای توده های به پا خواسته و قتلگاه دومی برای مردم متوهم مذهبی که فکر می‌کردند اگر همه فرامین خمینی رو اطاعت بکنن به بهش میرن، به رستگاری میرن. و این ادامه داشته تا بعد هم ادامه داشته، ولی این 10 سال اول در تثبیت خمینی و رژیم جمهوری اسلامی نقش بسیار تعیین کننده داشت. کشتارهایی که کرد و میخوایی که کووید از نظر شناسایی و جاسوسی بین مردم کوچه به کوچه، من یادمه که دفترچه‌ای داده بود به دست بسیجی ها و کمیتچی ها و عکس زندانیانی سابق رو تو اونجا زده بودند و شیوه بسیار رذیلانه‌ای که داشتن به کار می‌بردن این بود که می‌رفتن بچه های 8-9 ساله رو می‌گرفتن و می‌گفتن پسر جون این آقا توی خونه شما نیست. فرمان دیگه‌ای که خمینی داد و گیلانی و امثال هم از توی قرآن هم اونو چیز کردن، فرمان جاسوس پروری بود، گفت که همه باید افرادی که تو خونه اینا هستن اجاره نشین ها رو شناسایی کنن و به کمیته ها گزارش کنن. مجموعا میخوام بگم محیطی که تو اون 10 سال اول به وجود اومد اصلا محیط و فضایی نبود که هیچ نیروی دیگه بتونه اونجا نفس بکشه یا مبارزه بکنه. در این حال جالب اینجاست که نیروی بسیار گسترده دنبال آزادی و برابری و حقوق دموکراتیک خودشون بود، مخصوصا دانشگاه که اون رو سرکوب کرد، صدها نفر رو به زندان فرستاد، استادان رو اخراج کرد. و همینطور این سرکوب، این از بین بردن صدای آزادی خواهی و دموکراسی طلبی رو ما میبینیم که تا به امروز خفه کرد. شما یه تصویری از سرکوب و در واقع شکست انقلاب توسط روحانیت و دستگاه مذهبی ارائه کردید، دوری که و انقلابی که میشه گفت که سلاخی شد. شما که یکی از فعالین قدیمی مبارزه بودید علیه شاه، چه تصوری از انقلاب داشتید؟ اون چی که ما به عنوان زندانیان سابق و من فکر کنم همه افرادی مثل ما در ذهنشون بود، در درجه اول آزادی بود و آزادی های سیاسی مخصوصا.
آزادی دموکراتیک، آزادی احزاب. فراتر از این واقعیتش اینه که اون موقع چیزی به وجود نیامده بود. منظورم اینه که در دوره قبلی ما همینقدر خوشحال بودیم که جامعه آزاد بشه، مردم بتونن هر کتابی رو میخوان بخونن، مردم بتونن به هم دیگه حزبشون رو تشکیل بدن، تشکل مستقلشون رو به وجود بیارن. اون موقع این بود. یعنی اگر بخوام از قبل از این انقلاب صحبتی بکنیم، بعد بگیم تکیه اصلی نیروهای زندان و نیروهای انقلابی روی آزادی بود و مبارزه ضد دیکتاتوری. یه نکته ای رو من باید بگم که خیلی مهمه اینجا، نیروهایی که اون زمان در زندانهای شاه زندگی بودند دو بخش بودند، یکی جنبش مجاهدین بود و جنبش فدایی. متاسفانه شاه سران جنبش رو، سران اصلی جنبش رو که همون گروه 9 نفر بود در تپه‌های اوین تیرباران کرد، از اون نیرو مهمترین فرد بیژن جزنی بود. بیژن جزنی نسبت به روحانیت هیچ گونه توهمی نداشت، تحلیل بسیار دقیق کرده بود توی یکی از کتاباش راجع به روحانیت که اساساً نیروی ارتجاعی و بسیار خطرناکه. اگر این نیرو، این نیروها رو رژیم سرکوب نکرده بود، این احتمال می بود که وقتی انقلاب شد اینا بتونن سازماندهی متناسب با اون زمان رو انجام بدن. ولی متاسفانه اون چی که باقی مون از جنبش فدایی توی زندان سنان باقی مونده، اصلا نسبت به مذهبی اون روحانیت توهم داشتن. یعنی روحانیت رو نیروی خرد بورژوازی مترقی می دونستن و دلیل اینم که بعدن انشاب شد همین بود که بخش وسیع از این به اصطلاح، یا نمیشه گفت به اصطلاح، این نیروی که جنبش فدایی رو تشکیل میداد، مجاهدین که جامعه بی طبقه توحیدی رو میخواستن که خب میدونیم منظورشون چی بود، ولی این نیرو هم بخشن من معتقدم که توهم داشت نسبت به روحانیت و به همین دلیل جذب روحانیت شد. شما در مجموع از یک توهمی که توی در واقع مردم نسبت به روحانیت، یک مرد پی، یک پیر مرد 70 ساله که میخواد بیاد و حکومت مستضعفان رو بیاره، مردم از عدل علی میگفتن، و ولی در واقع جامعه سکولاری بود، یه جامعه بود که خواهان ترقی و پیشرفت و آسایش مردم بود، میخواست ایران به جایگاه شایستش توی جامعه جهانی در دست پیدا کنه، جامعه‌ای که بتونن مردم در نهایت آسایش و آرامش و مهمتر آزادی زندگی کنن، بتونن در واقع موزیک و موسیقی و ادبیات و اینها رو بتونن در واقع با آزادی منعکس کنن. چرا اینجوری شد؟ چرا علارغم اون هدف‌های بزرگ و فعالیت‌ها و اون جانفشانی‌های بزرگی که قبل از انقلاب شد روحانیت تونست بگیره؟ دلیل اصلی این بود که روحانیت اساساً از 15 خرداد 1932 که خمینی تبعید شد با خمینی رابطه داشتند و مسئله بسیار مهم این بود که تشکل‌ها و سازمان‌های خودشون رو داشتن. بعداً روشن شد، بعد از انقلاب روشن شد که 7000 هیئت مذهبی در تهران فقط هست. من خودم تو چند تا از اینا شرکت کردم. تو این هیئت‌های مذهبی از سرهنگ تا سرتیپ مذهبی وجود داشت که اینا بعداً مشخص شد همه طرفدارای خمینی در اومدن. یعنی خمینی ظرف‌های مناسب برای حکومت کردن رو داشت و به دلیل ارتجاعیت و به دلیل ایدئولوژی ارتجاعی که داشت همه اونها قول و قرار بود، یعنی چیزی نبود که بخواد عملی بکنه. به قول خودش خدعه کرد. خدعه کرد، بله، خودش گفت خدعه کرد. بعد که اومد وارد ایران شد تمام اون قول و قراری که داد درست عکس شد. یعنی از فردای انقلاب شروع کرد به سرکوب و
بحثی از عدل و عدالت و این چیزا اصلا بردن پول نفت به سر سفره های مردم هیچ خبری نشد. تمام بودجه از همون اول مشخص بود که صرف همین ارگان های جدید سرکوب بود، مثل بسیج و کمیته و سپاه و امثال هم چیزی نبود که آدم. ولی اشکال در این بود که اونها سازمان های خودشون رو مخصوصا دو سال پیش از انقلاب در سراسر ایران تو مساجد ارگان های به اصطلاح سازمان دهنده خودشون رو به وجود آورده بودن، و اگر بخواید به تعادل نیرو نگاه بکنی، نیروهای دموکراتیک و طرفدار آزادی هیچ گونه به نظر من سازماندهیه که بتونه در مقابل این خیلی عظیم سراسری که روحانیت بسیج کرده بود اصلا مقاومت بکنه. مثلا فرض کنیم جنبش فدایی بیرون که اومد دو شقه شده بود، بقیه نیروها هم نیروهایی که واقعا این رژیم رو مرتجع و ضد انقلاب میدونستن نیروی اندکی بودن، صداشون به گوش بقیه اصلا نمی رسید، و به همین دلیل شد که خیلی سریع خمینی تونست اون اوضاع احوالی که دلش میخواست به وجود بیاره. پس چرا علارغم این در واقع توهمی که بود، علارغم مسائلی که بود، چرا الان رژیم مدت ها تلاش کرد که بگه اصلا تو دهه 60 او دهه اول سرکوبی نبوده، تلاش کرد با خراب کردن خاورانهای ایران، قبرستانها و گورستانهایی که از قربانیان به وجود اومده بود، پنهان کنه جنایتش رو و بگه اصلا چیزی اتفاق نیفتاده. چرا الان به این وسواس افتادن تاریخ دیگری بسازن، یک شخصیت دیگری از خمینی، از دوره طلایی دوره گفتن، بعد الان از این میگن که به اصطلاح جای شهید و قربانی عوض نشه؟ شما چطور میبینید؟ چرا اینا میخوان تاریخ سازی جعلی خودشون رو مثابه تاریخ مطرح کنن؟ خمینی و در واقع نیرویی که بعدن اومدن سر کار، دولت‌های بعدی، اینها همه سعی میکردن که بگن اینا این مخالفین ما ضد انقلاب هستن، اینا ضد دینن، اینها میخوان جامعه رو به اختشاش بکشونن. این نوع تبلیغات ضد نیروهای مترقی به اضافه سرکوب اونها، به اضافه مرتب رهبرای کارگری، رهبرای فکری مردم رو اعدام کردن، زمینه مناسبی برای تبلیغ ضد آزادی و برابری و حقوق مردم به وجود آورده بود. ولی از این طرف هم نیروهای مترقی و انقلابی چه در داخل و چه در خارج ساکن ننشسته بودن. اونها هم افشاگری میکردن مرتب توی تلویزیون هاشون، توی رادیو هاشون افشا میکردن جنایت های رژیم رو. و این اواخر به خصوص وقتی که نوار ضبط صوت ضبط آیت الله منتظری پخش شد، انعکاس بسیار وسیعی چه در داخل و چه در خارج داشت، و به این ترتیب بود که ما دیدیم بعد از این، حالا یه چند روزم گرفتن بچه منتظری، پسر منتظری رو بعدش آزاد کردن، دیدیم حتی از درون رژیم یه تعدادی از اصلاح طلب ها مثل خزعلی، مهدی خزعلی و امثال هم، اینا هم مثلا حالا خیلی روک اومدن گفتن بله این جنایت ها شده، و اینها بیشتر دست باچی کردن. یعنی به این فکر افتاد که ما مثلا در رابطه با اتحادیه کمونیست ها سالی دو سه تا فیلم نشون میدیم، نمیدونم نیروهای دیگه رو همه رو افشا کردیم و مثلا سیاه نشون دادیم، ولی مثل که همه دارن چیز میکنن، از خودی ها هم دارن افشا میکنن. و این شد که اینا به این فکر افتادن که گفتن نباید تاریخ رو، یعنی جعل تاریخ رو پیش کشیدن که اساسا توی تمام دنیا این بوده، تمام رژیم های دیکتاتور سعی کردن جنایت خودشون رو سرپوش روش بگذارن. ما دیدیم که طی همین دوره 38 ساله چند بار رژیم با بولدوزر قبرهای انقلابیون و خاوانان رو زیر و رو کرد، ولی باز مردم نذاشتن، گل گذاشتن اونجا هر سال.
هر سال مراسم گذاشتن. اینها این مجموعه رژیم رو واقعیتش اینه که درش این وحشت وجود آورده که بعد بجنبه، بعد یه تاریخ جعلی بسازه که بتونه بازم تا اونجایی که میشه نذاره نیروهای مردمی طرفدار آزادی و برابری و اینها پا بگیرن. چه باید کرد در مقابل این در واقع تاریخ سازی، یعنی نیروی چپ و آزادی خواه و سکولار چطور میتونه تاریخ شفاهی که بر مردم ایران رفته رو به گونه‌ای بازسازی کنند که دیگر بار یک جنایتکار و تبهکار دیگری به شیوه دیگری به قدرت باز نگرده و مردم رو به گروگان خودش بگیره برای هدفهای تبهکارانه‌ای که میتونه داشته باشه؟ یک مسئله که البته خوشبختانه وجود داشته افشاگریایی که معدود زندانیان سابق انجام دادن، ده ها جلد کتاب نوشته شده و سازمان‌های انقلابی و دموکراتیکی هم که وجود داشتن نام تمام کسایی که ازشون شهید شده رو چیز کردن. این میشه بخش از تاریخ، ولی به نظر من باید سازماندهی مردمی در این رابطه هم بشه، یعنی روشنفکرهای مترقی مخصوصا اونایی که تاریخ نویس هستن، اینها باید از همین نوشته های بازماندگان استفاده بکنن و یه تاریخ دقیقی تو این رابطه بنویسن. این وقتی پا میگیره، وقتی اثر میگذاره که اساسا ما بتونیم توی جامعه تشکلهای مستقل خودمون رو به وجود بیاریم، بتونیم سعی بکنیم در یه مراحلی که رژیم در نقطه ضعف جلوتر بریم، احزاب خودمون رو مخفیانه اونجا به وجود بیاریم و از تمام روشنفکرها و تمام کسایی که واقعا دنبال نوشتن یه تاریخ واقعی برای جامعه ما هستن استفاده بکنیم و اون تاریخ رو بسازیم و اون رو پخش بکنیم شفاهی از طریق تلویزیون. از همین الان به نظر من باید فعالیت رو دو برابر کرد تو این زمینه. یعنی من فکر میکنم نیروهای چپ و انقلابی و دموکرات خوب عمل کردن تو این زمینه، ولی بازم کمه، بعد بازم بیشتر فعالیت کنن. شما تو دوره بودن آخرین سال یه خاطری شخصی ندارین از دوره شست، از بچه هایی که رفتن از اطرافتون که مثلا دادم شدن؟ مثلا من یادم محمود طریق الاسلام، محمود رو مادرش لو داده بود، آیت الله بود، بله آیت الله، بله. بعد آوردن محمود، یکی از زندانیان قدیمی دوره شاه بود که توی درگیری زخمی شده بود، گفته بودن اعدام شده، مدت ها شکنجش کرده بودن، بله. یا جواد کلباسی، بله. محمود طریقت الاسلام رو بعدن یکی از رزمندگان، یکی از اعضای رزمندگان که آزاد شد از زندان، یک 24 ساعت برده بودن پلوی محمود. محمود اونجا اونقدر شکنجش کرده بودن که گفت حدود جسمی داشت حدود 20 کیلو تا 25 کیلو، ولی همچنان میخندید و به اون گفت برو به رفقای من بگو که من یک کلمه در رابطه با اسرار سازمان لو ندادم. هست از این خاطرات که واقعا هست. کلباسی هم تا اون روزای آخر که دستگیر شد شاد بود و شعرهای انقلابی میخوند و همیشه توی جلساتی که جمع میشدیم اصلا آدم حیرت میکرد که این زندگی، سرزندگی شور و هیجان و انقلابی که تو این هیجان انقلابی که تو این شخص هست چقدر از وسیع و واقعا تکون دهنده هست. برای ما جالبه که شهری مثل اصفهان که خیلی مذهبی بود، خیلی سنتی بود، آدمای بسیار رادیکال و سکولار و چپی تو اونجا به وجود اومدن و امروز باز تلیعه دفاع از زاینده رود و دفاع از مسائل زیست محیطی و دفاع از سکولاریته چنان شکل گرفته در کنار مبارزه دلیرانه زوباهنی ها و کارگران اونجا که میشه گفت که ما آینده بهتری داریم و امید که این تکرار فجایع
یک پایانی بر این سیکل رو ببینیم. دقیقا من هم موافقم. به نظر من ما باید یه سری ارزش هایی که از نظر همه مردم، از نظر خود ما، مثل لایسیته، مثل پلورالیسم سیاسی، ارزم به حضور جدای دین از دولت رو، این ارزش ها رو ببریم بین مردم و سعی بکنیم که گسترش پیدا بکنه جبهه آزادی علیه استبداد. با همینا از تو ممنونیم که باز در مورد تاریخی گفتید که میتونه در روشنی بیفکنه بر رایی که ازش گذشتیم و تاریخمون. منم تشکر میکنم از شما که این وقت رو در اختیار من گذاشتید. ممنونم از شما. و سپاس و درود.
با سلام به بینندگان عزیز، در حضور دو تن از اعضای سازمان راه کارگر هستیم و گزارشی میدن از برگزاری 22 کنگره سازمان راه کارگر. آرش کمانگر و علی دماوندی، خوش آمدید به این گفتگو. من ابتدا از آرش کمانگر میخوام یک مختصر از حال و فضای کنگره بگم و دستور برنامه‌ای که بوده بتونن توضیحات مختصری بدن، تا بعد از اون بپردازیم به جزئیات مباحثی که صورت گرفته و احتمالاً مصوباتی که در اونجا انجام شده. آرش عزیز بفرمایید. با درود به بینندگان عزیز تلویزیون، با تشکر از شما رفیق یاور اعتماد عزیز، کنگره 22 سازمان راه کارگر امسال زمینی که دارای مثلا چند دستور جلسه بود، ولی ابتدا از اونجایی که سازمان ما در سال گذشته یکی از رفقای نازنین خودش رو از دست داد، رفیق پرویز برادران، که بر اثر سکته قلبی در هانوفر آلمان جان خودش رو از دست داد، کنگره تصمیم گرفت به پیشنهاد هیئت رئیسه که کنگره امسال را به نام این عزیز نامگذاری کنیم. به همین خاطر کنگره 22 ضمنی که به نام این عزیز نامگذاری شده، همه رفقا ایستادن و یک دقیقه سکوت کردن به یاد همه جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم. کنگره بنابراین با این شروع به کار کرد. بعد از اون وارد دستور جلسه بود، دستور جلسه شد. یکی از دستور جلسه اول بررسی عملکرد نهادها بود، به ویژه عملکرد کمیسیون روابط عمومی سازمان در سالی که گذشت. بحث‌های مختلفی صورت گرفت، در نهایت کنگره ضمن تایید عملکرد نهاد روابط عمومی اون رو مطابق با مواضع سازمان دونست. دستور جلسه بعدی بحث در مورد خود نحوه درج مطالب در سایت بود، در اون زمینه پیشنهادات ارائه شد که مورد تایید رفقا بود. بعد پیشنویس برنامه اصلاح شده سازمان که توسط یک کمیسیون به کنگره ارائه شده بود مورد بحث قرار گرفت، که اونجا هم باز کنگره تصمیم گرفت که به اصطلاح چیز بشه دیگه. به هر حال اون جوانب مختلف این مسئله مورد بررسی قرار گرفت که بعد من در قسمت های بعدی یا رفیق عزیزم علی دماوندی توضیح خواهند داد. و همچنین یک بحث باز کردیم در رابطه با اوضاع سیاسی اساس ایران و منطقه و مخاطراتی که به اصطلاح هم کشور ما هم منطقه رو تهدید میکنه و بدیل های موجود. در این رابطه هم یک بحث صورت گرفت و قطنامی هم در همین رابطه به تصویب قرار برسه، یعنی کمیسیونی بره و این قطنامه رو مجددا به سازمان بده. و همچنین یک بحثی هم شد در ارتباط با این رفراندوم جدایی کردستان عراق که به زودی برگزار میشه و رفقای موافق و مخالف که واکنش سازمان در رابطه با این رفراندوم باید چی باشه، آیا باید ازش دفاع کرد، باش مخالفت کرد یا از منظر سومی بهش پرداخت. اونم جزء دستور جلسه بود. در پایان هم با سرود انترنشنال و یک دقیقه کف زدن کنگره 22 سازمان راه کارگر به کار خودش پایان داد. ممنون از شما. یکی از مباحثی که مطرح شد در واقع طرح تجدید نظر در برنامه سازمان بوده. ضرورت این موضوع چه بوده؟ چرا واقعا بعد از شاید 30 سال نگاه مجدد لازم بوده که به برنامه سازمان مجددا نگاهی بشه و تغییرات اساسی در اون صورت بگیره؟ منم سلام میدم به شما و همه بینندگان تلویزیون. فقط اضافه کنم به صحبت‌های رفیقمون آرش، اینکه قطعنامه کردستان رو هم در رابطه با کردستان هم تصویب شد، اون قطعنامه‌ای مربوط به اوضاع سیاسی هم تصویب شده بود، قرار شد اون کمیسیونی در این رابطه این مواد تصویب شده رو به صورت جمع‌بند ارائه کنه که به زودی انتشار خواهد یافت. آن چیزی که در رابطه با برنامه بود، واقعیت اینه که توی سدهی که گذشت تغییرات بزرگی توی جهان ما اتفاق افتاده. بزرگترین تغییر در واقع شکست اردوگاه شورویه و تغییر توازنی که توی دنیا به وجود اومده و مهمتر در بربستر این شکست و تغییراتی که توی جهان ماست، نگاه ما به مسئله سوسیالیسم هم تغییراتی کرده، هرچند در راستاهای عمومی همون
به اصطلاح خود حکومتی مردمان، حکومتی اکثریت عظیم مردمان برای اکثریت عظیم هست، اما خطوط مربوط به نوع دولت، چگونگی نگاه به رابطه دولت و حزب، حزب و دولت، حزب و مردمان، و نگاه به مسئله مقوله دموکراسی، نگاه به مقوله اقتصاد، نگاه به چگونگی گذار، همه اینها تغییراتی رو هست که نگاهی که ما در دوره اولیه‌ای که توی دهه 60 برنامه رو نگاشته بودیم این بود که این برنامه بر پایه تجربیاتی بود که تا اون دوره در واقع برای ما شناخته شده بود و مصوباتی که در چارچوبه های به اصطلاح کومینترن و تجربیات اردوگاه سوسیالیستی علارغم نقدی که ما به رویزیونیسم دولت های حاکم داشتیم انجام شده بود. به این لحاظ در نگاهی که ما داریم که در بسیاری از کنگره های سازمانی ما این نگاه نقد شده، نگاه گذشته ما به برنامه، اما در این برنامه‌ای که ما داشتیم به عنوان نگاه برنامه سازمان این نگاه و این تغییرات نوشته نشده بود. به این لحاظ کمیسیونی که برای تغییر برنامه نوشته شده بود، یعنی تشکیل شده بود، این کمیسیون تلاش کرد تغییرات تاکنونی رو توی این نگاه بیاره، اما کنگره با توجه به بحث‌هایی که قبل از کنگره و بعد در خود کنگره انجام شد بر این باور بود که نگاه ما به چگونگی نوشتن برنامه هم باید تغییر کنه. یعنی ما با خواهان مداخله بیشتر همه فعالان جنبش کارگری، جنبش سوسیالیستی تو این بحث ها هستیم، چون این بحث در واقع این برنامه، برنامه یک گروه کوچک، یک گروه نیست، برنامه‌ای که باید چپ‌ها در مقابل جامعه قرار بدن، گفتمان تازه‌ای در مقابل گفتمان‌هایی که وجود داره ارائه بشه، برای سازمان دادن یک گفتمان بزرگ، برای سازمان دادن گفتمانی که بتونه مسائل زیست محیطی، مسائل اجتماعی جنبش اکثریت عظیم مردمان، تغییرات جهان رو بتونه ارائه کنه، این از توان یک کمیسیون خارجه. به خاطر همین خواهان این بودیم که ما یک دور تازه‌ای از بحث‌های علنی گسترده با شرکت فعالین مختلف اجتماعی رو سازمان بدیم و بعد از اون بتونیم چه برنامه رو با نگاه تازه‌ای به رفقا و همه مردمان بتونیم ارائه کنیم. خب رفیق علی در واقع توضیح داد به طور عموم این در واقع ضرورت این نگاه چی بود، ولی اگه به طور مشخص شما بخواید توضیح بدید موارد مشخصی که امروز دیگه اصلا موضوعیت نداره و اساسا هم هر فردی که بخواد عضو راه کار گر بشه طبیعتا باید این برنامه رو قبول داشته باشه، چه مواردی در واقع نقض شده و در واقع رد شده و امروز موضوعیت نداره، چند مورد مشخص بگید که احتمالا دوستان بیننده ما بدونن دقیقا در جریان جزئیات هم باشه. البته من بگم که در این کنگره غیر از اعضای سازمان جمعی از فعالین جنبش چپ هم به عنوان مهمان دعوت شده بودن که از همینجا از حضورشون تشکر میکنیم و تو بحث هم مشارکت فعالی داشتن. یه اولا که برنامه‌ای که هنوز تصویب نشده، یعنی در نتیجه من به اصطلاح اون موقعی که با خرد جمعی اعضای سازمان اون تصویب بشه قرار هم تو مجامع عمومی اینترنتی بحث بشه، هم توی سایت سازمان یه ستونی مخصوصی میخواد باز بشه که این بحث‌های مربوط به برنامه سازمان با کمک همونطور که علی جان گفت با کمک سایر فعالین جنبش چپ اونجا پیگیری بشه. اینکه بتونیم در ظرف چند ماهه آینده به سرانجام برسونیم به روند بحثا بستگی داره، ممکنه به کنگره سال بعد کنگره 23 به صلاح چیه کشیده بشه. ولی خب بحث‌های مختلفی مطرح بود دیگه، مثلا معتقد خیلی از رفقا معتقد بودن در یک ربع قرن اخیر نظام سرمایه‌داری تحولات عظیمی درش رخ داده، یعنی الان به اصطلاح ما با سیستم اقتصادی روبروی مونی با کارهایی مثلا این انقلاب تکنولوژیک سوم که رخ داده، این به اصطلاح نقشی که مالیه و بورس بازی در نظام اقتصاد سرمایه‌داری ایفا میکنه، به اصطلاح دیگه به اون جابجایی‌هایی که در به اصطلاح خود نظام سرمایه‌داری رخ داده
لازمه که یک نگاه مجددی بشه به اون بخش از مثلا چی سمانه، یا مثلا تو برنامه همین موجود سازمان مثلا اونجا هنوز صحبت از کشورهایی که تونستن از سرمایه‌داری عبور کنند یا از کشورهای سوسیالیستی صحبت میکرد، حال اون که خب در این 20 و اندی سال سازمان ما اصلا معتقد نیست که کشورهای سوسیالیستی وجود داشته. در به اصطلاح یکی از اون کشورها واقعا ربطی به سوسیالیسم نداشتن، هر چند به اصطلاح به خاطر انقلاباتی که رخ داد یک سری دستاوردهای اجتماعی مثبتی به ویژه در حوزه آموزش، مسکن، بهداشت مثلا اونجا رخ داده. ولی درک ما اینه که اولا اونا سوسیالیستی نبودن و ثانیا اینکه بس به هر حال بخش قابل توجه دفاعی که صحبت کردم بود، مثلا سوسیالیسم به طور مثلا کامل در یک کشور امکان پذیر نیست. ما درسته مثلا آلترناتیو ما، بدیل ما گذار به سوسیالیسم هست، ولی نمیشه مثلا سوسیالیسم رو مثلا به طور کامل در چارچوب یک کشور در معاصر جهان سرمایه‌داری پیاده کرد و لازمه که به اصطلاح چیه ما یک درک مشخصی داشته باشیم، چون بعداً میتونه به همون فجایعی رخ بده که در سایر کشورهای مدعی سوسیالیسم رخ مثلا چیه داده بود. البته 26 سال از تصویب برنامه سازمان میگذره، ولی تو این فاصله هم مثلا مواردی در ارتباط با ستم جنسیتی و همچنین دفاع از حق گرایش جنسی مثلا در سالهای گذشته بهش افزوده شده بود، ولی در اون بخش اجرایی خیلی از نکاتی که الان تحولات جدیدی رخ داده اینا لازمه که درش وارد بشه، مثلا در زمینه به اصطلاح حداقل دستمزد، در زمینه مثلا حداقل ساعت کار، حقوق بازنشستگی، حقوق زنان، حقوق به اصطلاح دگر باشان، حق گرایش جنسی، فرای جنسیتی ها، مسئله مربوط به فحشا و کارگران تجارت سکس و مسئله ملی، مسئله ملیت های تحت ستم در ایران و کوبیدن روی فدرالیسم. خیلی از رفقا که صحبت کردن تاکید خاصی داشتن بر اینکه درسته ما از حق تعیین سرنوشت ملل از جمله حق جدایی دفاع میکنیم، ولی آلترناتیو که ارائه میدیم به مردم ایران اتحاد داوطلبانه ملیت ها بر مبنای فدرالیسم دموکراتیک و شورایی هست. اینا مباحثی بوده که اونجا شد. خب اگه از این بحث بگذریم، بحث مسئله رفراندوم در کردستان عراق مطرح شد، ضرورت اون چه بود و به چه دلیل این موضوع اهمیت داشت که در کنگره طرح بشه و چه مباحثی در اونجا صورت گرفت؟ ما تو کنگره های قبلی هم در ارتباط با مسئله حق تعیین سرنوشت قطعنامه هایی داده بودیم، ولی اون چیزی که اهمیت این قضیه رو داره همین سپتامبر آینده مسئله رفراندوم در کردستان عراق هست، رفراندومی برای استقلال که دولت بارزانی در واقع این رو طرح کرده و بسیاری از گروه های مختلف سیاسی خصوصا کردها در این رابطه اظهار نظر کرده بودن. آن چیزی که در واقع باز هم مسئله و دغدغه رفقایی بود که در کنگره بودن نتایج این بود، نتایجی که برای منطقه ما هم در تغییر جغرافیای این منطقه خواهد داشت و هم تغییراتی که خطرات و اپاماتی که میتونه ایجاد کنه. به این واسطه آن چیزی که تأکید شد این بود که ما همچنان از حق تعیین سرنوشت مردمان حمایت میکنیم، ما همچنان از حق جدایی و اتحاد داوطلبانه مردمان و خلقهای ایران حمایت میکنیم، نه فقط ایران بلکه در همه منطقه ما، همچنان بر علیه ستم ملی بر و قومی و مذهبی هستیم، ستمی که در ترکیه، در سوریه، در ایران، در همه این کشورها متاسفانه جاریه و باید علیه این ستم جنگید. ما با تأکید بر این گفتیم که ولی در این حال این در واقع کنگره بر این پایه بود که ما از این حق دفاع میکنیم، این حق تاریخی مردمان کردستان عراق، سوریه، ایران و ترکیه هست که برای رفع ستم ملی تلاش کنن، خودشون رو بتونن سرنوشت خودشون رو در واقع به عهده بگیرن، در دست داشته باشن. خطرات رو گفتیم که دولت‌های سعودی، اسرائیل و قدرت‌های منطقه، قدرت‌های بزرگ بین‌المللی در پی تلاشی این کشورها سازمان دادن جنگ‌های پنهان و آشکار و طولانی ویران کردن همه منطقه، باید با هوشیاری با این قضیه برخورد کرد. و گفتیم که علارغم این که پی
پیشنهاد ما همون فدرالیسم و اتحاد داوطلبانه ملت‌ها در چارچوب مرزهای شناخته شده تاکنونی، در این حال ما اگر مردم کردستان عراق به رأی در واقع تایید کنن مسئله استقلال خودشون رو، ما از هر گونه مداخله خارجی، در مقابل هر گونه مداخله خارجی علیه حقوق اینها میستیم. ما در کنار مردم کردستان عراق و مردمان عراق خواهیم ایستاد، همچنان برای همبستگیشون، برای حقوقشون مبارزه میکنیم و این در واقع تصمیم کنگره بود و قطعنامه‌ای که در این رابطه صادر شد. آیا در رابطه با اینکه این میتونه تأثیری در منطقه کردستان ایران هم داشته باشه، نتایجی هم برای مردم ایران و سرنوشت اونها هم داشته باشه، یا در این مورد هم بحث رایزنی شد یا نه؟ بله خب بحث که شد، منطقه این پیشنهاد که این مسئله ایران را هم بگنجانیم مورد تصویب قرار نگرفت، چون نه به این خاطر که مسئله ملیت ها یا مسئله کردستان ایران مسئله نیست، مسئله هست برای که بخاطر اینکه موضع سازمان ما مشخص هم در برنامه هم در قطعنامه های گذشته که به اصطلاح خوشبختانه اکثر نیروهای متعلق به ملیت های تحت ستم ایران هم کماکان از اتحاد داوطلبانه ملیت ها دفاع میکنن و ما به اصطلاح چیکار میکنیم از فدرالیسم دموکراتیک برای به اصطلاح چی مدیریت مسئله ملیت ها و سطح ملی در ایران دفاع میکنیم، درست؟ ولی بعد شد که خود به خود تأثیراتی گذاشته و خواهد گذاشته. طبعا برخی از نیروهای دست راستی کرد در ایران خب سعی میکنن که بر مبنای مثلا همین رفراندومی که در کردستان عراق داره صورت میگیره و حمایت بخشی از کشورهای ارتجایی از جمله اسرائیل از اونها، سعی بکنن چنین حمایتهایی رو هم برای کردستان ایران هم جلب بکنن که طبعا خب ما باش مخالفت. البته در تو اون قطعنامه هم اینم بگم که به صورت همزمان که تاکید شده اگر اکثریت مردم کردستان عراق اقلیم کردستان به شیوه دموکراتیک رأی بدن به استقلال، ما خب به اون چیز میکنیم، به صورت احترام میذاریم و با هر نوع دخالت خارجی برای سرکوبش مقابله میکنیم، ولی این کار باید به موازات افشای دولت بارزانی صورت بگیره، یک دولت کاملا ارتجایی وابسته به امپریالیسم، وابسته به اصطلاح دول ارتجایی منطقه که اصطلاح نفوذ اسرائیل و عربستان و آمریکا را اونجا داره روز به روز گسترش میده، یک دولت به شدت فاسد که حتی به نیروهای سیاسی خود کرد و مردم زحمتکش کردستان هم رحم نمیکنه، پارلمان کشور اقلیم کردستان رو عملا به تعطیلی کشونده و یعنی به اصطلاح احترام گذاشتن یا به رسمیت شناختن رأی مردم کردستان عراق برای استقلال را نباید به معنای تایید دولت فاسد و ارتجاعی بارزانی تعبیر کرد و مبارزه طبقاتی باید علیه این رژیم و رژیم‌های ارتجاعی حامی اون ادامه پیدا کند. و در این حال در افشای شیوه‌های بسیار مخربی که اینها در این رفراندوم در واقع برای محروم کردن مخالفین در واقع استقلال انجام دادن، باید این هم روی این هم تاکید شد و مهمتر روی تاکید بر عراقی آزاد و دموکراتیک و سکولار که رها بشه از دست دولت شیعی مذهبی که در اونجا حاکمه، اون هم جز در واقع نظراتی بود که در این قطعنامه گنجونده شد. رفیق علی، در پایان کنگره بحثی هم سر مسائل سیاسی ایران صورت، یک خلاصه مختصر بگید که بعد وارد جزئیاتمون بشیم. اون چیزی که مهمترین مشخصه ها یه تاکید بود بر همون در واقع نگاهی که کنگره قبلی بر در رابطه با اوضاع سیاسی ایران داشت، تاکیدی بر همین سونامی بیکاری، سونامی وحشتناکی که در واقع در مقابل مردمان در رابطه با اقتصاد ویران شده و یک برنامه ویرانگری اقتصادی که رژیم اسلامی در 44 دهه گذشته دنبال کرده روی تاکید شد، روی همین در واقع دستگیری بسیاری از فعالین جنبش کارگری و جنبش های اجتماعی تاکید شد که سیاست سرکوب همچنان داره نقش بارز خودشو در مقابله با حرکت های جنبش های اجتماعی داره انجام میده
تأکید شد بر اعتراضات روزمره‌ای که جنبش کارگری خصوصا در همه صحنه‌های ایران در واقع در سال گذشته انجام داد، تأکید بر حمایت از فعالین جنبش کارگری، تأکید بر استقلال این حرکت‌ها، حمایت از در واقع جنبش هایی که وجود دارن، تأکید شد روی اینها. در این حال در رابطه با نگاه به انتخاباتی که اثر گذراندیم، تأکید بر همون 16 میلیونی که در واقع با انتخابات رو تحریم کردن، شرکت نکردن، در این حال با اونهایی که به در واقع رأی اعتراضی یا رأی دادن به دولت روحانی، که دولت روحانی در مقابل دولت رئیسی باشه، روی این در واقع سیاست، که این سیاست رو نمیشه یک سیاست همگن قرار داد، که کسانی که رأی میدن و کسانی که رأی نمیدن، اینها رو میشه در مقابل دولت فقیه قرار داد. یک نقدی در این رابطه شد، یک همنظری در مجموع تو این نظر بود. تأکید بر این شد که همچنان که این بحران سیاسی ادامه داره، تمام جناح‌های حاکمیت اسلامی طرفدار نگه داشتن این شرایطن. این بحران‌هایی که خصوصا با وجود دولت ترامپ و رژیم ترامپیست که اومده و منطقه ما رو داره دوچار بحران میکنه، تأکید بر این شد که مبارزه اجتماعی مردمان رو باید تقویت کرد در مقابل بدیل‌هایی که در مقابل ما هست. تأکید شد بر اون سه تا بدیلی که وجود داره، رژیم در واقع بدیل استمرار رژیم و حفظ رژیم از طریق شرکت در انتخابات ها، بدیل رژیم چنج یا اونهایی که میخوان رژیم رو از طریق بالا، از طریق حکومت های دولت های منطقه و حمایت های سعودی و اسرائیل و ترکیه یا دولت های بزرگ سرمایه مثل آمریکایی ها تأمین کنن، که اونجا تأکید شد روی مجاهدین، حزب دموکرات و جریانات قومی که حمایت رژیم های ارتجاعی و قدرت های بزرگ رو برای سرنگونی رژیم طلب میکنن. و در مجموع باز بر همون راستای کنگره های قبلی، تأکید بر در واقع جبهه خط انقلاب اجتماعی، دفاع از این انقلاب اجتماعی، دفاع از سازماندهی مستقل اکثریت عظیم مردمان. و گفتیم ما باید برای همگرایی این گرایشات مختلف باید تأکید کنیم، تأکید بر همون خط خطوطی که روابط کمیسیون روابط عمومی ما در ارتباط با سازماندهی همگرایی گروه های مختلف چپ و آزادی خواه برای سرنگونی جمهوری اسلامی، برای ایجاد یک صدای سوم داره تأکید میکنه. رو این تأکید شد که بتونه این صدا و این گفتمان در مقابل اون دو گفتمان مخربی که جامعه ما رو به نابودی خواهد کشون، بتونه این جبهه رو چه تقویت کنیم. این اصلی ترین موضوع این بود که امیدوارم رفیق آرش بتونه این قضیه رو تکمیل کنه. خب رفیق آرش، اگر نکته افتخاری جا گذاشته رو بگید. در ضمن اگر اختلافاتی هم در این موارد بوده در بین اعضای سازمان، اون رو هم توضیح بدید که این اختلافات رو کدوم نکات در واقع تمرکز داشته و این بحث ها در واقع با چه استدلالاتی تر شد. خب ما در بسیاری از کنگره مثلا معمولا گزارش سیاسی داریم که مثلا به اوضاع جهان میپردازه، اوضاع منطقه و اوضاع ایران. از اونجایی که بسیاری از داده های گزارش سیاسی کنگره سال قبل سازمان به جای خودش باقی بود، ما امسال لزومی به تدوین یک گزارش سیاسی ندیدیم. گفتیم تمرکزمون رو بذاریم روی یک بحث، دو تا بحث مشخص. یکی این بدیل هایی که علی جان بهش اشاره کرد که در مقابل مردم ایران قرار، حفظ رژیم، تغییر رژیم به کمک قدرت های ارتجاعی پرسی و انقلاب اجتماعی، و درست یک تمرکز اون بذاریم و در حاشیه اون نگاهی هم به مسئله نمایش انتخاباتی رژیم هم به اصطلاح بپردازیم. اینا یکی از نکاتی که تقریبا در مجموع این بحث ها اتفاق نظر وجود داشت. فقط در یک مورد یک سایه روشنی وجود داشت، به اون که در واقع در دو مورد. یک مورد اینه که تاکتیک دولت های ارتجایی به ویژه امپریالیسم امریکا فقط رژیم چنج نیست، بلکه تغییر رژیم از بالا، حالا یا به کمک تحریم، من نمیدونم، حمایت از جنبش های دست راستی یا حتی عملیات نظامی و اینا لزوما نیست، بلکه به موازات اون، حالا اصطلاحی که اونجا بچه ها مطرح میکرد، رژیم رام، یعنی مهار رژیم هم هست. یعنی سعی کنن از طریق تحریم های سیاسی اقتصادی
تنگتر کردن حلقه ماسره، خود این رژیم رو چیکار کنن؟ وادار کنن که به تک تک همچون مسئله برجام به تک تک خواستهای چیز یعنی اینو خواهانه، چون مقالاتی در ستون مباحثات کنگره در سایت بود که خب به اون بدیل رژیم چنج رو یا تغییر رژیم توسط قدرت‌های خارجی رو مطرح کرده بود، ولی به این تاکتیک مکمل این کشورهای امپرسی برای مهار رژیم یا رژیم رام رو مثلا چیه اینو زیاد روش نکوبیده بود. اینو برخی رفقا خواهان این بودن که حتما به این مسئله اشاره بشه. دوم اینه که معتقد بودن این دوز یا چاشنیه این خطر خارجی، خطر آمریکا، همه الان ایران میشه، عراق، سوریه فلان رو بالا نبری اینقدر. نه، در این که این خطر وجود داره، واقعیت اینه که هم آمریکا، هم رژیم ایران، هم اسرائیل همه منفعت دارن و هم نیروهای اپوزیسیون دست راستی که به فلان بهمان داره چیز میشه و فلان، که مردم یا به همین وضعیت موجود رضایت بدن، بگن بابا خدا پدر روحانی رو بیامرزه، این هست فلان، الان جنگ میشه، الان ایران نابود، ایران میشه ایرانستان. یعنی میگفتن که این خطر رو واقعی میدونیم، ولی اون چاشنیش رو، دوزش رو نباید خیلی غلیظ بکنیم، چون برخی از واقعا نیروها الان دیدیم دیگه در بیانیه که مثلا اخیرا در داخل کشور چاپ شده، خیلی از روشنفکران قابل احترامی هم بودن و به قول من جزء ناراضیان جمهوری بخشی هم از فعالین چپ بودن، به بهانه همین خطر یا غلیظ کردن خطر خارجی اومدن اصلا میگن باید فتیله مبارزه علیه جمهوری اسلامی رو کم کرد. اینو خیلی یعنی اون حد این رژیم چنج یا تغییر رژیم توسط قدرت‌های خارجی چقدر هست، برخی رفقا یه مقدار وزن بیشتری براش قائل بودن، برخی رفقا وزن کمتری براش قائل بودن. بعد تصمیم گرفته شد که در همین چارچوب یک قطعنامه به اصطلاح چیه داده بشه که چارچوباش مشخص شده، فقط انشای نهاییش توسط کمیسیون به مجامع اینترنتی سازمان ارائه خواهد شد. دفعه علی، پس دوستان بیننده ما منتظر یک سری اسناد خواهند بود، اون اسناد چه خواهد بود احتمالاً در آینده که به هر حال مصوبات کنگره یا بحث‌هایی که قراره بیشتر بهش پرداخته بشه اونها چه خواهد بود؟ اولین چیز اینه که گزارش کنگره رو قطعاً به زودی انعکاس میدیم و قطعنامه‌های مربوط به کردستان، گزارش سیاسی و همون مسئله بحث‌ها و گزارشاتی که در ارتباط با مسئله برنامه هست رو ما ارائه خواهیم داد. امیدوارم به زودی در سایت سازمان این مقالات انتشار پیدا کنه. ممنون از شما. به هر حال امیدوارم که بینندگان ما نیز تا اونجایی که امکان داره در این بحثا دخالت کنن، این بحثا رو هرچی بیشتر پخته تر کنن و به جنبش چپ ایران ارائه بدن. ممنون از شما که در این گفتگو شرکت کردید. ممنون، سپاس از ممنون شما که این فرصت رو در اختیار سازمان قرار دادید که یک گزارش مختصری از کنگره 22 ارائه بدید. درود بر شما. درود.